خیلی ها در طول این اعتراضات می اومدن از این صحبت میکردن که درهای گفتگو هنوز بازه، بیاین گفتگو بکنیم با برای آینده ایران با همدیگه بشینیم گفتگو بکنیم. به ویژه خب یک اقلیتی از اصلاح طلبها هم بر این تب میکوبیدن. الان با افشای این سند شما آیا دری باز میبینین برای گفتگو با نظام جمهوری اسلامی؟ درود بر شما آقای مهدی مهدوی آزاد و سایر مخاطبینی که این برنامه رو تماشا میکنن. ببینید، نفس بولتن نویسی و اینکه به اصالت این بولتن رو میشه و نشون میده که چقدر بین خود مقامات جمهوری اسلامی در حقیقت تضاد و تنش وجود داره، نشون دهنده این هستش که ما با یک حکومت متعارف طرف نیستیم. یه سری اولیگارش هایی هستن، یه سری اسلامیست هایی هستن که به صورت مافیایی دارن این حکومت، دارن این در حقیقت مملکت رو مدیریت میکنن، دسترسی به منابع دارن، 40 ساله که جنایت علیه مردم کردن و به همین سیستم هست که اینها در حقیقت میتونن دوام و قوام داشته باشن. افشای این بولتن و اینکه نشون دهنده این هستش که به هر حال چقدر بین خود این مقامات درگیری هست، چقدر علی خامنه‌ای همونطور که آقای مهدی مهدوی آزاد توضیح دادن تنها هست، نشون دهنده این اصل هست که ما چیزی به عنوان انتخابات به اون معنایی که مردم در غرب میشناسن، به اون معنای متعارفی که در علوم سیاسی از انتخابات صحبت میشه، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نداریم. ما چیزی به عنوان مجلس نداریم، ما چیزی به عنوان دولتی که مردم منتخب کرده باشن نداریم. وقتی که شما این فضا رو میبینید اینجوری ترسیم میکنید که یک سری همونجوری که توضیح دادم اولیگارش هایی هستند که برای منافع دارن با هم جدل میکنن، شما چطور در این شرایط میتونید قائل به گفتگو باشید با حکومتی که این چنین 40 و اندی ساله در حقیقت حکمرانی کرده؟ نکته سر این هستش که همونطور که در این بولتن هم اومده، علی خامنه‌ای گفته که ما جنگ رسانه‌ای رو باختیم. جنگ رسانه‌ای به چه معنا هست؟ یک بازوی مهم این جنگ رسانه‌ای همین اصلاح طلبانی هستن که گفتمان‌های غلط رو در جامعه بست و گسترش میدن. میگن باید بریم مثلا مذاکره بکنیم. با مذاکره ما میتونیم به اصالت حداقل بخشی از خواسته معترضین و انقلابیون رو از حاکمیت استیفا بکنیم. واقعیت اینه که چطور میشه با این شرایطی که همین الان از همین بولتن، شما همین بولتن رو فقط در نظر بگیرید، اطلاعاتی که ما از قبل داشتیم، تاریخ جمهوری اسلامی رو اصلا اینا رو هم بذارید کنار، همین بولتن رو صرفا شما اگه در نظر بگیرید، با یک همچین اولیگارش های فاسد جنایتکاری که به خودشون حتی رحم نمی کنن، به مولوی عبدالحمید حتی رحم نمی کنن، آیا واقعا میشه مذاکره کرد؟ وقتی که خامنه ای میگه که به هر صورت ما شکست خوردیم در بعد رسانه، یعنی که این گفتمان هم رنگ باخته، یعنی که اصلاح طلبها هم نمیتونن بیان در با عبای شکلاتی کنفرانس برلین را بندازن، در قلب برای ما آبرو بخن و یک بخشی از مردم معترض رو سرشون رو به قول شیره بمالن، بگن که با گفتمان در حقیقت میشه بخشی از خواسته ها رو مطالبه کرد. در حقیقت جمهوری اسلامی همینطور که خودش هم اشاره کرده، علی خامنه‌ای عمیقا جنگ رسانه‌ای رو باخته. ممنون از توضیحات شما. میلاد رسای منش، فعال سیاسی از استکهلم.